کاری را که در این ویدیو انجام می دهیم این است که خود را با چند مثال همراه با سطح همپایه X, Y آشنا می سازیم و در ابتدا به بعضی از نقطه هایی که از قبل معین شده نظری انداخته و همپایه های آنها را در می یابیم. بعد از آن به بعضی از همپایه ها نگاه کرده و در می یابیم که آن نقطه ها در کجا موقعیت دارند. بعد از آن یک موضوع دیگر را نیز انجام خواهیم داد. پس بیایید که پیدا کنیم همپایه های این نقطه ها چه هستند. شما این نقطه را در اینجا دارید، نقطه ای A، پس این همپایه X می باشد. می توانید آن را در اینجا ببینید. پایین می آییم، این در کدام قسمت محور X را قطع می کند. X مساوی به 5 است، پس این نقطه 5 کام بوده و Y مساوی به 6 خواهد بود. 5 کام 6. حالا نقطه B در اینجا همپایه X چیست؟ این 5 به طرف چپ می باشد. 5 به طرف چپ محور X. این منفی 5 می باشد. این همپایه X بوده که منفی 5 می باشد. همپایه Y است. اگر مستقیم به طرف راست بروید به جایی می رسید که Y مساوی به 5 می شود. Y مساوی به 5 است. رنگ را انتخاب می کنم، حرف C. فکر می کنم که کنترل این را به دست آوردید. بیایید که اول همپایه Y را انجام دهیم. همپایه Y 3 می باشد. آن را در آنجا می بینید و بعدا همپایه X منفی 2 است. منفی X را اول می گیریم. آن همان قرارداد است که ما استفاده می نماییم. حرف D، همپایه X منفی، آن را در آنجا می بینید. همچنان همپایه Y منفی 2، از یک رنگ دیگر استفاده می کنم. حرف A، بیایید که همپایه Y را انجام دهیم. اول این را پیدا خواهیم کرد، اما شما مجبورید که همیشه این را دوم بنویسید. این منفی 4 می باشد، آن را در آنجا می بینید. همپایه Y همپایه X است. و بعد از آن بالاخره حرف F همپایه X 2 است و همپایه Y منفی 6 می باشد. امیدوارم که آن به شما مفهومی داده باشد که حداقل همپایه ها را دریابید. حالا بیایید که از طریقه دیگر پیش برویم. از همپایه ها شروع می کنیم و پیدا می کنیم که آن نقطه ها در کجا قرار دارند. پس اول این را دارید. این را با حروف کوچک در قوس انجام می دهیم تا با این حرف بزرگ فرق داشته باشد. پس این در 4 کام 2 می باشد. X مساوی به 4 است. Y مساوی به 2 است. پس آن نقطه که در آنجا است می باشد. بیایید که دیگرش را انجام دهیم. با یک رنگ نوشته می کنم که بتوانید بخوانید. حرف B X مساوی به منفی 3 می باشد. Y مساوی به 5.5 است. پس تا 5.5 به طرف بالا می روید. Y مساوی به 5.5 می باشد. آن نقطه حروف کوچک B همراه با قوس در اطراف آن می باشد. بعد از آن حرف C، 4 منفی 4. X مساوی به 4 است. Y مساوی به منفی 4 است. دقیقا در آن قسمت. بعد از آن مثال آخری، آن را با رنگ نارنجی کار میکنم. حرف D، X منفی 2، Y منفی 3 است. در آن قسمت حرف D با قوس هاست و میتوانید که از راه دیگری بروید. میتوانید بگویید که Y مساوی به منفی 3 میباشد. X مساوی به منفی 2 میباشد، پس میتوانید که به طرف چپ و پایین بروید یا اینکه به طرف پایین و چپ بروید و هنوز هم نقطه یکسان را به دست خواهید آورد. پس آن حتما به شما کمک میکند که چطور همپایه ها را دریابید، یا اینکه اگر به شما همپایه ها داده شده باشد که چطور آنها را پیدا کنید در جایی که یک چیزی در سطح همپایه X تعیین شده باشد. حالا بیایید که کمی بیشتر موضوع مورد بحث را کار کنیم. این میگوید که سه نقطه زیل سه راس مربع ABC و D می باشد. آنها را در یک گراف تعیین نمایید. بعدا تعیین نمایید که همپایه چهارم نقطه D چی خواهد باشد. بسیار خوب، این را در یک گراف تعیین میکنیم. این را از ما نیز خواسته است. بسیار خوب، آن محور Y ما خواهد بود. آن محور Y ما است، محور عمودی. این محور X ما خواهد بود و اجازه دهید که آن را نشانی کنم. آن X مساوی 1, 2, 3, 4 می باشد. این X است، مساوی به منفی 1، منفی 2، منفی 3 و منفی 4. آن Y است، مساوی به 1, 2, 3, 4.
این وای است. مساوی به منفی یک، منفی دو، منفی سه و منفی چهار. می توانم این گونه بنویسم که این وای مساوی به چهار است. این وای مساوی به منفی چهار است. x مساوی به چهار است. x مساوی به منفی چهار است. و با هم می بینیم. این نقطه ها را تعیین می کنیم. اما اول نقطه ای را داریم که مساوی به منفی چهار می باشد. منفی چهار. پس x منفی چهار می باشد. و بعداً y منفی چهار می باشد. تا چهار در اینجا پایین می آییم. و آن نقطه ای ما است. منفی چهار. منفی چهار. برای آشنا ساختن خودتون است با یک مطلب که ممکن است قبلا دیده باشید یا ندیده باشید. مردم این بخش های سطح همپایه را برچسب می زنند. آنها این را چهارگوش نخست می نامند. این را چهارگوش دوم می نامند. این را چهارگوش سوم می نامند و این را چهارگوش چهارم می نامند. و اینها فقط اعداد رومی هستند. یک، دو، سه و چهار. بنابراین این نقطه در چهارگوش سوم قرار دارد. زمانی که در این بخش و در اینجا نگاه کردیم، این نقطه ها در چهارگوش چهارم قرار دارند و اینها در سوم، دوم و اول قرار دارند. یک موضوع خیلی جالب برای دانستن می باشد. در کدام چهارگوش قرار دارد؟ و شما بگویید که خب من می بینم اگر هر دوی آنها منفی باشد، آنها در چهارگوش سوم قرار خواهند داشت. اگر تنها وای منفی باشد اما ایکس مثبت باشد، در چهارگوش چهارم قرار خواهید داشت. اگر هر دو مثبت باشند، در اول قرار خواهید داشت. اگر وای مثبت اما ایکس منفی باشد، در دوم خواهید بود. و یک مقدار در مورد آن صحبت خواهیم کرد، قسمی که این نقطه ها را تعیین میکنیم. پس نقطه B ایکس مثبت می باشد. این است یک، دو، سه و وای منفی چهار می باشد. پس ما در اینجا تا چهارگوش چهارم پایین می آییم. آن نقطه B می باشد. این سه است، منفی چهار. ما می توانیم که قسمت پایین مستطیل خود را ببینیم که در آنجا در موردش صحبت می کنند. و متوجه باشید هر دوی اینها دارای وای یکسان می باشد. آنها هر دو در یک میزان برابر در زیر محور X هستند. و بعدم نقطه بعدی چی است؟ تا یه سی سه کام سه می باشد. پس سه کام سه این در چهارگوش اول قرار دارد. هر دوی همپایه های آنها مثبت می باشند. سه کام سه اکس و وای هر دو مثبت است. و متوجه باشید که این مانند بی به شکل عمودی قرار دارد. مقدار یکسان اکس را دارد. آنها هر دو مقدار اکس سه را دارد. پس این در بالای آن قرار دارد. دقیقا بالای آن. حالا مجبوریم که نقطه آخر را پیدا کنیم. خب این نقطه به شکل عمود مانند این نقطه قرار خواهد داشت. این به شکل عمود مانند این نقطه قرار خواهد داشت. به این معنا که این مقدار یکسان x را مانند این نقطه خواهد داشت. پس مقدار x منفی 4 خواهد شد. و بعد از آن این به شکل افقی بمانند این نقطه خواهد شد. این به شکل افقی بمانند این نقطه خواهد شد. پس این مقدار یکسان y را در ارتفاع یکسان در بالای محور x خواهد داشت. پس این 3 خواهد شد. و آن نقطه دی ما می باشد. و یاد داشته باشید که این در منفی چهار است. دقیقا بالای حرف ای. و این در وای است که مساوی به سه می باشد. دقیقا به طرف چپ نقطه سی. و کار ما تمام است.